اینها رو هم من به شما گفتم توی ویدیوی قبلی که در واقع مربوط به همین جلسه بوده، اگر دقت کنید اینجا اینها رو گفتم. بنابراین برای جلسه بعد دیگه توقع میره که فتحه ها، سکون، اینها یه خورده بهتر شده باشه. کلمه انفطرت رو من براتون می‌نویسم. دست قوی دارید، فقط مشق نظریتون رو بالاتر ببرید و تو مدتی که نسخ کار میکنید یا نستعلیق رو بذارید کنار، یا اینکه خیلی کم کار کنید، یا اگر دلبستگی خیلی زیاده روزی که نسخ مینویسید دیگه نستعلیق ننویسید، نه بنویسید نه نگاه کنید، که انشالله زحماتتون ثمر بده و نتیجه بگیرید. خب ببینید اینجا اینو شما خیلی طولانی میگیرید، جمع‌تر بگیرید. این الف هم زلف داره، یعنی دسته تا اگر شما زلفش نذارید توی امتحان، بعضی از اساتید اینو برای شما احتمال زیاد داره که نمره منفی حساب بکنن، چون این بعضی از افراد که نمیذارن از روی ناآگاهیه. حداقل این زلفا رو توی تا دسته دار بگذارید. این شروع ته هم یه ذره بلند میگیرید، اینقدر که بلند میگیرید بیشتر برای سولس خوبه. ته اینجوری هم میشه نوشت، مخصوصا جایی که فضای سفید داره زیاد میشه، دوتا نقطه رو سر هم میگذاریم که یه ذره فضا رو بشکنه، حجم فضای سفید رو کم بکنه. بزرگش به این حالت، به این حالت. حالا بخوام یک کلمه دیگه بنویسیم. اینجا که میره بالا از پهنای قلم کاسته میشه، نگاه کنید. خب اینا ظرافت های خط نسخه دیگه، قسمت ها اینا باید تلاش بکنید که انشالله از روی الگوهایی که بهتون میدیم کار بکنید و انشالله به دست بیارید. کلمه از سما که اینجوری نوشتید، اینجوری هم میشه نوشت، به حالت به این حالت. ببینید اینجا دیگه ما داریم می‌نویسیم به ما، به این حالت. داخل این یه نقطه قلم نجا میشه، یعنی شما سما رو به دو صورت میتونید بنویسید که این قسمتش دقیقا انگار به ما هست. دندانه سوم اگر که جدا کنیم از این دوتا، از این دوتا جدا کنیم، اینجا از اینجا جداش کنیم، میشه کلمه به ما. امیدوارم که موفق باشید و این آموزش ها موجب پیشرفت شما بشه.